بهرام گودرزی 38 ساله، نام پدر علی، شماره شناسنامه 593، افسر اخراجی گارد جاویدان، متهم به اغتشاش و تحریک افسران و درجه داران همتای خود و درگیری با مأمورین اداره دوم، فرار به خارج از کشور و شرکت در مسابقات آزاد رزمی و دریافت مدال طلا و به دنبال آن مصاحبه با مطبوعات خارجی و خدشه‌دار نمودن چهره نظام شاهنشاهی، ادامه تحصیل در دانشگاه پنسیلوانیا و شرکت در تظاهرات دانشجویی علیه ایجاد پایگاه‌های موشکی آمریکا در ایران. بر اساس اطلاعات به دست آمده نام برده، با نظامیان فراری مخالف دولت شاهنشاهی ارتباط داشته و برای رسیدن به اهداف خائنانه خود مدتی پیش با شیرین گلچین ازدواج و یک هفته قبل وارد ایران شده است. میکنم تیمسار گلچین، چطور تو تمام این مدت دختر شما نتونسته به شخصیت این خائن که هم دوره دانشگاهیشم بوده پی ببره؟ در واقع خود شما تیمسار که یک افسر بلند پایه نظامی و مسئول اداره کل زندان ها هستید سهل انگاری کردید. شما که دائما با اینجور افراد سر کار دارید، شما مقصرید. چطور متوجه نشدید؟ تیمسار معظم، من در مسیر توطئه قرار گرفتم که متاسفانه با تأثیر روی احساسات دخترم شکل گرفت. هیچ حرکت انسانی نمیتونه در ارتباط با سیاست‌های امنیتی یک کشور قابل توجه و توجیه باشه. عشق، احساسات، انسانیت، بزرگواری، بخشش، این واژه‌ها فقط پرکننده رمان‌های عشقی و اخلاقی‌اند. ما فقط یک هدف داریم، اونم حفظ کیان نظام سلطنتی که به ما ارزش و اعتبار میده. و من به هیچ مقام و محکمه اجازه نمیدم که این ارزش و اعتبار رو زیر سوال ببره. اون چه که امروز پرونده خدمات درفشان شما را خدشه‌دار میکنه، رخنه دادن یک عنصر نامطلوبه. ورود چنین عنصری به کشور بدون شک به قصد خرابکاری صورت گرفته، یعنی همکاری با گروه های ضد سلطنت و به ویژه خرابکارهایی که هر حرکتشون برای امنیت کشور خطرناکه. با توجه به شرایط و اوضاع وخیم سیاسی و هر جو مرزی که در گوشه و کنار به راه افتاده، آزاد گشتن چنین فردی عواقب وحشتناکی در پی داره. نمیدونم گزارش این وصلت شرم‌آور و اهمال‌کاری رو کی میخواد به عرض ملوکانه برسونه. نگران گزارش نباشید تیمسار، من ظرف کمتر از یک هفته قائله رو ختم میکنم و اونو تحویل شما میدم. اگر موفق نشدم این درجاتو بر دوش سربازی نصب کنید که منو تیغ باران کنه.
باعث تأسفه که دختر تحصیل کرده تیمسار مملکت شوهرش مثل آدم های کودن و بیسواد کور کوران انتخاب میکنن. چه تنگنایی تو زندگی تو بوده؟ تمام امکاناتم گذاشتم تا درس بخونی و برای خودت کسی بشی. تمام امکاناتتون رو به کار گرفتین تا از شر من خلاص بشین، چون براتون دست و پا گیر بودم. میخواستین با همسر جدیدتون خوش باشین، بگین، بخندین، براش دست گل بیارین، نقش عاشق رو بازی کنین. بیچاره مادرم که تمام سختی های زندگی شما رو تحمل کرد و از دست شما دق مرگ شد. مادرت بیمار بود، زندگی من رو تبدیل به جهنم کرد. حالا میگی چیکار بکنم؟ برم از توی قبر درش بیارم؟ الو، برای تیم سرم آزم، حق با شما بود. اگه صلاح بفرمایید منو به جوخه اعدام بسپرن و تقاص نیرنگی رو که برای زندگی من و دخترم به کار بردن از من بگیرن. متاسفانه دخترم باور نمیکنه که یک جنایتکار اونو به بازی گرفت. بهتره بذاریم مدتی شیرین در این باره فکر کنه، شاید حقیقت رو درک کنه. اون مدرک میخواد عزیزم. چی مدرک بخواد؟ براش آوردم مدارک موجود در سازمان امنیت. اسناد جنایاتش یک کامیون هم نمیکشه. فرار از کشور، تحریک دانشجوها، درگیری با پلیس، بمبگذاری تو مجامع عمومی، کشتار مردم بیگناه، هواپیما ربایی که طی اون یک زن بیچاره رو با بچهش به طرز فجیع کشته. امکان نداره. پس تمام این گزارشات چیان؟ آیا همه این اسناد و مدارک برای جنایتکار بودن یک آدم کافی نیست؟ این عشق احمقانه جوری چشمای تو رو کور کرده که حاضری اعدام پدرت رو ببینی ولی مدارک جرم اون رو نبینی. بله شیرین، خودتی؟ سلام، منم. واقعا باید باور کنم که تو یه تروریسم آدم کش هستی؟ یه هواپیما ربا؟ یه قاتل؟ چرا حقیقتو برام نگفتی بهرام؟ با من ازدواج کردی که خودتو برسونی به ایران؟ اون چی که میخواستی بهش رسیدی، پس دیگه چرا زنگ زدی؟ من به اون چه میخواستم با تو یا بدون تو میرسم. گو این که هنوز راه درازی در پیش دارم. چی شده شیرین؟ بازی پدرت با تو شروع شد؟ میدونستم، ولی بهت گفته بودم که اینجا امنیتی ها افرادی مثل پدرت هوای اون همیشه وارونه جلوه میدن. به زودی برات روشن میشه و از این پیش میاد که خودت همه چیزو درک کنی. الان کجا هستی؟ پیش جان، قرار ظرف یکی دو روز آینده بریم به مسجد. یعنی تهرون نیستی؟ نه، شما هستم. بهت که گفته بودم. قلب منو نشونه میگرفتی. تو که برات آدم کشی آسونه. تو اینجا چیکار میکنی؟ چجوری اومدی؟ اون انسانیت و اخلاقی که ازش دم میزدی همین بود؟ حرفامونو که زده بودیم، چرا پاشدی اومدی اینجا؟ تو منو وسیله قرار دادی، از احساساتم سوء استفاده کردی. دفاع از حقوق بشر، امداد به آسیب دیده ها، نمایشگاه نقاشی، ارتباط با مراکز فرهنگی، انتقاد از آپارتاید، همه اینا سرپوشی بوده برای ترور، قتل، هواپیما ربایی. برات متاسفم که اینقدر ساده لوح و خوش باوری. برای سازمان‌های امنیتی درست کردن اینجور مدارک مثل آب خوردنه. اونا از تو به عنوان طعمه برای شکار من استفاده کردن. حتما همین دوره برام کمین کردن. پس این مدارک چیه؟ نگفتم؟ من از اولم به تو گفتم که فعالیت سیاسی دارم. وقتی هم تو رو به عنوان همسر خودم انتخاب کردم گفتی با من هم عقیده ای. حالا
حالا اگه عقیده دوست شده حرف تازه ایه. در هر صورت من تصمیم ندارم به دست اونا بیفتم. اگه باور نمی کنی میتونی با همین اسلحه به من شلیک کنی. شلیک کن! شما دو تو بری پشت هم شما بری پشت کنی ما زاید میزنیم. بریم دیگه. یالا بچم، چرا معطلی؟ دیگه جای موندن نیست. مجبوری با من بیای. تو اگه جونتو خیلی دوست داری بمون و تسلیم شو. شاید به ده کردن و نکشتنه. هرچی باشه دختری تیمسری. عجله کن. بیا. مواظب باش. من در محاصره، بهتره برگردیم تو خونه. به ما رحم نمی کنن. اون سرد باش. پس این دوست جمال که می گفتی کجاست؟ Thank you.
چی؟ بچم کمال مواصله شده باش تونتر برو حتما تعقیبمون میکنن تعدادشون هم خیلی زیاد بود از راهی که من میرم به گردم هم نمیرسن ولی بهرام شیرین برای چی اینجا پیدا شد نمیدونم خودم بهش آدرس داده بودم ولی قرارمون چیز دیگه ای بود به هر حال یه لشکر رو با خبر کرد و آورد به جنگ ما تو زخمی شدی خون ریزی داری از خون میترسی پدر تو از پله های خون بالا رفته تا رسیده به مقام تیم سری بازی تلفنی من و شما شیرین رو تحت تاثیر قرار داد و یه راست رفت سرابش ولی مامورای احمق نتونستم دستگیرش کنم متاسفم تیم سر معظم در آواز این افراد از زبده ترین نیروهای مخصوص امنیتی هستن که در اسرائیل دور میدن شما میتونید از اونا در لباس نظامی استفاده کنید متوجه لطف شما هستم امیدوارم مشکلی در این مأموریت پیش نیاد تیم سارو بازم من شما را همیشه آدم لایقی میدونستم بازم نگران شیرینم نباشید به اونا دستور دادم با مراقبت تمام دخترتون رو پیدا کنن اون دو نفرم در چنگ شما اسیر خواهم بود آروم باش خیلی درد میکنه؟ آره جمال کجاست؟ پیداش نیست اونم به خاطر بی احتیاطی من تو درد سر افتاد راهی که ما انتخاب کردیم پر از درد سره هیچ وقت زندگی آرومی نداشته برای این مملکت مدال طلا آورده اما مثل بیگانه تردش کردن اونم به خاطر اعتراض به وضع بد زندگی ورزشکارا حالا گاوداری میکنه بهتره دیگه را بیفتیم میریم همون تجین کلام اونا به این سالگی دست از سرمون بر نمیدارم شما نگران نباشید فکر نمیکنم اونجایی که میریم پیدامون بکنه به یه مجلس عروسی میریم که از قبل دعوت هم کردن از کجا معلوم که مردم اونجا ما رو لو ندن؟ تازه ما که دعوت نشدیم جماعت روستایی مهمون نوازه اینجور مراسم من براشون عزیزه به کسی نمیذارم بد بگذره برامون مشکلی پیش نمیاد این زمانو باید پر کنیم از پیک سیار به کلیه نیروهای امنیتی از پیک سیار به کلیه نیروهای امنیتی مسیر خودتون به سمت نقطه آ تغییر بدید عجب گه مرسیمی جون اصلا دستا بهتون تحویل میدم هفت شب رو بهتون باید تحویل دارم اگه دو سه روزی مهمون ما باشیم بهتون بد نمیگذره خدا کنه زودتر قایقتو برگرد برمیگرده یعنی پس فردا صبح قایقو به ما میدیم قایقو از سرت بیرون کن بذار به مهمونات خوش بگذره ممنون مطمئن باش آقا چمان پس فردا صبح کله آفتاب میریم اون برا به موقع این ماشین رد پای خوبیه باید همین دور برا باشن نباید زیاد دور از دستتون باشن پیداشون میکنیم پیداشون از پیک یک به پیک سیار از پیک یک به پیک سیار یه رد از مورد پیدا شد منتظر دستور هستیم نباید از ما زیاد دور باشن قربان
اتومبیل قرمز رنگ با شماره مورد نظر بگوشم. جناب فرمانده بیسیم با شما کار دارم. سه نفر از اشرار، دو مرد و یک زن در مسیر تجنکلا در حرکتند. احتمالا به منطقه شما میان. باید دستگیر بشن. نیروهای امنیتی در راه هست. به زودی به شما ملحق میشن. با اونا درگیر نشید. فقط ردیابیشون کنید. اطاعت. چند مردم و سر ما ریخته بودن. اینم شد دیگه قوز بالا قوز. چاره‌ای نیست. تا وقتی فضل قایق آماده کنه باید منتظر بشیم. به این فضل چقدر اعتماد داری؟ به اینا بیشتر از من میتونی اعتماد کنی. امروز دیگه هیچ کس دل خوشی از رژیم و عواملش نداره. به هر حال زودتر از 48 ساعت دیگه به اون ور آبم رسیم میفایده از اینا پس فردا منتظر. حالا که اینطوره دلم میخواد عروسشون رو ببینم. چه حبسایی. اونم تو این موقعیت. عیبی نداره. من خانوما رو درک میکنم. تو که زن نداری. چجوری خانوما رو درک میکنی؟ این جز رسمه. یه چیزایی از پدرم شنیده بودم. با مسئولیت خوده. اگه بخوای اینجوری حساب کنی بهرام، اصلا نباید خودمونو نشون میدادیم. قرار ما با یاران صبح روز چهارشنبه است. یعنی میان اون ور آب که ما رو به مخفیگاه برسونن. آموزه حلیا رو تا حالا دیده بودی؟ نه. برام جالبه. مخصوصا صداقتشون، زندگیشون. حالا میرم میارمش که شما بتونی از نزدیک ببینی. نه نه، خطرناکه. نه ترسی، چون دوماد همین عروس خانوم قرار برای ما قایق بیاره. سیاه‌بازی رو بذار کنار. امروز کسی رو این ورا دیدی یا نه؟ نه عرب خاک بابا، کور شم اگه کسی باشه و به شما خبر ندم. ببینم قول میدی یا داغ دومادی رو به جیگرت بذارم؟ قول میدم سرکار، جون شما قول میدم. اگه به قولت عمل نکنی میر تو دماغت میکنم. چشم. این حرفا بین خودمون میمونه. یادت گفتم از ساده زندگی کردن بیشتر خوشم میاد. آره شب عروسیمون گفتی. این مجالس بیریا و سرشار از سنت‌های اصیل بومی همیشه منو به وجد میاره. ببین سادگی و صداقت و وفاداری توی همه رفتار و حرکاتشون موج میزنه. بفرمایید. سلام. این عروس خانم دهکده ماست. سلام خانم جون. سلام. به به چه نازه. خیلی خوش اومدی. اینجا خونه خودتونه. در ضمن اسم عروس خانومم پرگله. خیلی قشنگه. اینجا همه چیز به رنگ طبیعته. اسم منم شیرین، مثل خودتونه. اجازه بدین هدیه خودم رو به عروس خانوم بدم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون خانم. قابلی نداره خانم، یه یادگاری. خانم باجی کجایی؟ خیلی ممنون. خانم باجی آمدم برادر جون. مبارکت باشه، ایشالا خوشبخت میشید. کنار شوهر خوب و مهربون تا قفصو درست بود. سلام قربان. روز بخیر. سلام قربان. روز بخیر. چه خبر؟ باید تو همین منطقه باشم. همگی آماده ی اجرای اوامر. خوبه. پیداشو میکنیم. فرمانده ی پاسگاه کاری نکرده؟ هنوز خیر قربان. بی فرصه نیست. خبر دار. فرمانده پاسگاه تجنکلا استوار یکم بابازاده
ورود تیمسار را خیر مقدم میگویم. آزاد. آزاد فرمودن. برای ما چیکار کردی سرکار استوار؟ قربان، خودم شخصا اقدام کردم. یه عده‌ام فرستادم دنبالشون ولی متاسفانه خبری ازشون نشده. اقدامات شما کافی نبوده. من مطمئنم که اونا تو این منطقه هم. اجباراً خودمون وارد عملیات میشیم. و شما افراد پاسکا به تمام بی‌کفایتی بازداشت هستید. امروز دشمن در کمین شماست تا آرامش زندگی شیرینتون رو به هم بزنه. باید هوشیار باشید و این خرابکارا رو به ما تحویل بدید. یادتون باشه ما برای تأمین امنیت شما به اینجا آمدیم. هر کس با ما همکاری نکنه به شما خیانت کرده. هوا خیلی پسه. کماندوهای مثلا امنیتی همه جا رو محاصره کردن. تو شب میتونیم بریم؟ آره، هر چه زودتر بعد از دهکده خارج بشیم تا اونا دست از سر مردم نه بارن. صبر کنیم به موقعش خبرتون بکنم. شما دو نفر از این طرف، شما هم از اون طرف. چی میخواید جون ما؟ سه نفر کجان؟ کدوم سه نفر؟ را بلینم بگو اون سه نفر کجان بایلا دخلتو میارم کسافت آشغال. کدوم سه نفر؟ کافر خدا نشناس. یک نفر از شما جان خودش از دست داد. من از صمیم قلب این فاجعه دردناک رو به شما اهالی زحمتکش تسلیت میگم. اما اون جنایتکارایی که الان تو این دهکده یا اطرافش مخفی شدن باید بدونن تا من انتقام این مرد بیچاره رو نگیرم آروم نمیشم. من با صراحت به شما میگم که این دشمنان در بین شما هستن و فقط همکاری شما میتونه نقاب از چهره اونا برداره. ترسم از اینه که دستگیری اونا بیشتر از این طول بکشه و خطر جدی دهکده رو تهدید بکنه. اینا یک مشت فریب خورده و نوکر اجانب هست. میخوان با هرج و مرج طلبی و ایجاد رعب و وحشت مردم رو نسبت به دولت و شخص اعلی حضرت بدبین بکنن. پس بهتر خود شما اونا رو تحویل ما بدین. داره با آتیش بازی میکنه، نباید به مردم اینقدر فشار بیاره. من میرم و قائله رو ختم میکنم. رفتن تو مشکلی رو حل نمیکنه. چرا؟ اقلا دست از سر مردم بر میدارن. نه، اونا تو رو به عنوان همدستی با ما به محاکمه میکشن. پدر تازره هر چیزی رو فدای موقعیت خودش میکنه. زندگی تو براش بی ارزشه. ولی پدرم اونقدرام قسی القلب نیست بهرام. سیاست پدر و فرزندی نمیشناسه. سلاطینی داشتیم که برای بقای حکومتشون به چشم فرزندانشون میل کشیدن. خیلی خوب، بهتره به جای بگو مگو به فکر چاره باشی. فقط یه چاره داریم، هر چه زودتر از اینجا بزنیم بیرون. دور تا دور اینجا محاصره است.
باید با نشون دادن خودمون به اونا مردم رو نجات بدیم. حلقه محاصره رو بشکنیم. اما نباید به دست اونا بیفتیم. اینا ممکنه به دردتون بخوره. یه مش سلاح محلیه. باید بتونین ازشون استفاده کنیم. اینجا از هم جدا میشه که اردوغن یکی مصاره بکنه که نره کنه بکنه. فقط سعی کنیم درگیر نشیم.
شیرین کجاست؟ نمیدونم. آروم باش، هیچ حرکتی نکن. خیلی خوب بود، ولی حیف ما وقت زیادی برای تفریح نداریم. باید شما رو تحویل تیم سار بدیم. را بیا تیم. تو چی کم داشتی که بخوای به خاطر اون خائن به کشورت بشی؟ چرا باید با یه مرد هزار چهره ازدواج میکردی؟ تو همیشه یه دیکتاتور بودی پدر. شما کی میخواین حق انتخابی رو به عنوان یه انسان برای من قائل بشین؟ کدوم انتخاب؟ اون این آدم نمیتونه تو خانواده ما جریان پیدا کنه. پدر تو همیشه یه سرنیزه بودی، یه زورگو. بهرام همسر قانونی منه. آفشان همه تون رو با هم ادام کنم. نیروها رو متمرکز کنید، مبادا قصوری بشه. بله قربان. اینا رو زنده تحویل بدم بهتره. Thank you.
فرار کردم. زنده یا مرده شونو برام بیاری. عجله کنید. فرار کنید. تا شیکی در این زندون باز کنه تا جواب اون نامردار رو بدی. یه عمر اجیرشون بودیم، باید تلافیشو در بیاریم. بیا دختر بیا. کجا میبریش؟ بیجام بیا. نمیریم. برو بلا. تو این وضعیت خطرناکه. میخوای این مردم وحشی تیکه تیکمون بکنن؟ به تو میگم پرواز کن. قربان معطلش نکن. رو آبادی به شهر ببینم وضعیت چیه. زود بکن در زندون رو بخورید. عجله کن فضل، همه کی بشون بید. بله همه مسلط بشید. هرچی از نه اینجا تبردارین. زود بشید. شما داریم من همه کن دارم. میریم به کمک مردم سرگروه ها. برسر کن بهشون امان نمیدیم. کار مشکل شد کمال، انگار یه لشکر علیه ما بسیج کرده. خیلی متاسفم که تو رو درگیر ماجرای خودم کردم. این ماجرای تو نیست، ماجرای ما هم هست. همه دنبال یه هدف هستیم، درسته؟ تو از اون طرف برو. سرشون قرار نبود ما وارد عملیات بشیم. برو
ما همچین دستوری نداشتیم. حالا این دستور رو داری. اجازه سرفرماندهی هوا نیروز این کار رو بکنم. الان موقعی نیست که بگیم نمیتونم. تروریستای فراری یاقی تمام این دهکده رو به اختشاش کشیدن. بردا جواب دولت رو چی میخواد بده؟ تو؟ اگه هم کار نکنی خودم دادگاهیت میکنم. زندگی منو با آتیش کشیدی پدر! افشا! اگه تو با اون مرد هزار چهره ازدواج نمی کردی این همه آتیش به پا نمی شد. حالا میزنمت. امونشون نده. بسد هلیکوپتر آسیب دیده. باید هرچه سریع‌تر یه جا فرود بیام. تا این قائله رو ختم نکنیم
از اینجا نمیریم. این خائن ختم شدنی نیست. اگه ختم نکنیم به جوخه اعدام سپرده میشیم. اگه با مرگ ما این مردم نجات پیدا میکنن من راضیم. رضایت تو مهم نیست. آرمان با آسیب دیدگی هلیکوپتر چیکار بکنم؟ دار بزن برا رو سرشون. ارتفاعت رو کم کن. میخوام بیان تو تیر رس من. من از دستور شما سرپیچی میکنم. کسی که از دستور من سرپیچی کنه محکوم به مرگ. Go!
آتیش گرفته. به درک که آتیش گرفته. موندن ما پس از شکست کمتر از مرگ نیست. چه کار میکنید میدونه؟ چه کار میخواستی بکنم؟ این تیمسار جنون گرفته. همه ما رو داره میکشه. نگاه کن دوستمون مجروح شده. مگه دیوونه شدید؟ دست از این کارا بردارید. مردم دوربر ما رو گرفتن. دیوونه، تمام دوربر ما رو دشمن گرفته. تو داری به فرمانده عملیات شلیک میکنی؟ فرمانده کدوم عملیات؟ کامل دستوری. کدوم دستور؟ پناه بگیری، پناه بگیری. از این درخت ها دارین که رو سگا رو بل کنین. بریم سگا رو بل کنین. سگا رو بل کنین. بیاین زودتر، بیاین. هستم. اینجا باش، ما میریم اون طرف. Thank you.
تیمسار، هلیکوپتر در حال سقوطه، بهتر خودتون رو پرت کنیم بیرون، هر لحظه ممکنه منفجر بشه. خواهش میکنم به این بازی مرگ خاتمه بدیم. قابل کنترل نیست، نمیتونم تیمسار، متاسفم. چی کار میکنی؟ با تو هستم. دیگه کاری از من ساخته نیست، اقلا اجازه بدین دخترتون خودشو پرت کنه بیرون. افشا
کجاست؟ جمال با رودخونه رفت. ما میریم به دنبالش. Yeah.